در برنامه درس زندگی در قسمت اسکایپ در خدمت شما عزیزان هستیم. توی این قسمت اسکایپ من بسیار هیجان دارم. هیجانم خیلی زیاده به خاطر اینکه خداوند قلب منو دیده و میدونه که امروز من باید با چه عزیزی صحبت کنم. با دختر 12 ساله‌ای به نام نازنین که خداوند قلبش رو لمس کرده و یک داستان زندگی بسیار زیبایی داره که من بسیار هیجان دارم که با نازنین عزیزم صحبت کنم و بگم داستان زندگی ایمانی تو برام تعریف کن. من میدونم که این دختر عزیزم در ترکیه زندگی میکنه و 8 ماه با خداوند ملاقات کرده. من خیلی هیجان دارم که بدونم که دختر 12 ساله‌ای که با خداوند ملاقات میکنه از خدا چی میشنوه. همونطوری که کلام خداوند میگه مثل کودکان به حضور من بیای. من خیلی دوست دارم بدونم که وقتی که به حضور مسیح رفت چه اتفاقی افتاد، چه عشقی در قلبش به وجود اومد که گفت مادر من هم میخواهم در اون نجات قرار بگیرم. چطوری دوست داره که با خدای خودش آشنا بشه. بیایم با هم دیگه از نازنین عزیزم دختر 12 سالمون بشنویم. نازنین عزیزم سلام، خوش آمدی دختر گلم، با اون روی زیبا و خوشگلت. بفرما عزیز دلم. جانم خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم عزیز دلم و سلام به کسایی میکنم که الان دارم شبکه 7 رو میبینم. ای جان دلم، نازنین گلم، به من بگو ببینم داستان زندگی ایمانی چطوری شد؟ چطور شد که با مسیح ملاقات کردی؟ چطور شد که خواستی که در مسیح و در نجات مسیح قرار بگیری؟ دوست دارم دختر گلم بیشتر تو صحبت کنی و دوست دارم صدای گلتو بشنوم و ببینم که اون قلب کوچولوت چی داره که به ما بگه. ما میخوایم درس زندگی رو امروز از تو بشنویم. دختر عزیزم شروع کن. بگو گلم. بگو عزیزم. من اولین روزی بودش که من بابام داشت من میبرد کلیسا و من تازه ماندار شده بودم که رفتم اونجا پرستش کردیم، همه دست و دست هم گذاشتیم پرستش کردیم. من خیلی خوشم اومد، دونستم که خداوند منو داره به راه خودش میکشونه. شب وقتی رفتم خونه وقتی خوابیدم، خوابی دیدم که از طرف صلیب توی یعنی صلیب بالایی که برای سقف کلیسا زده بودن نور خیلی زیبایی میاد، ولی من در حال خواب و بیداری بودم، همه هم داشتن کتاب گرفته بودن داشتن سرود پرستشی میخوندن، اما هیچ کس ندیدش که من دارم میبینم اونجا، هیچ کس نور رو ندید، فقط من بودم. من خواب و بیداری بودم، یه نور میاد یه ما تو ذهنم میاد تو خواب که برم بالا رو نگاه بکنم، که نگاه کردم و دیدم که یه نور زرد و نارنجی رنگ خیلی زیبا داره میدرخشه. من که میرم طرفش نور داره کمتر میشه و خیلی رفتم جلو دیگه کمتر شد. همه نگاه کردم، هیچ کس نفهمید که اون نور رو دیدش، هیچ کس یعنی ندیدش که اون نور از اون صلیب اومده، فقط من دیدم. وقتی خواب پریدم خیلی حس خوبی به هم داد. بعد وقتی یک شنبه هفته بعدش رفتم دیگه تو خواب نبودم، بیداری بودم. بعدش من تشتم میشه که میرم توی سالن، هیچ کس هم نبود اونجا، برم سالن پایین که آب بخورم، یه نور میبینم، نور رو که میبینم آب دستم میفت و بودو بودو میام بالا، به بابا میگم یه نور دیدم، بابا میگه اون عیسی مسیحه. بعد یه شهادت دیگه هم مونده که بهتون بگم، من مریض بودم، روز مریضیم پدرم داشت برای من دوا درست میکرد که من یه صدای در گوشم من اول زنگوله مارم بود، بعدش میگم انگاری هزاران نفر دارم به من میگن که دخترم بیا طرف من عزیز من، این حرف رو میزنن. منم خیلی ذره ترسیده بودم، من بابام پرسیدم، گفتم شما منو صدا کردی؟ بابام هم ذره پر کرده بود، گفتم من شما رو صدا نکردم. تموم شد این شب زندگی من بود. دلم نازنین گلم،
وقتی که با خدا ملاقات کردی چه احساسی داشتی؟ وقتی که پدرت بهت گفت با عیسی مسیح ملاقات کردی، عیسی مسیح با تو بود، در کنار تو بود، چه احساسی داشتی؟ تو این ملاقات چه چیزی رو لمس کردی؟ من وقتی مریض بودم گفتم که این صدا رو شنیدم، شفا پیدا کردم روزش. بعدش یه احساس خیلی خوب فهمیدم که خدا همیشه پیشمونه و همیشه کنارمونه، هر شفایی باشه به همون میده. و من وقتی اون صدا رو شنیدم یا تو کلیسا رفتم اون نور رو دیدم، دیدستم که عیسی مسیح خیلی مهربونه و پدر و عیسی مسیح، یعنی کلن همشون خیلی مهربونن و همشون خیلی دوست دارم و ته قلب همشون دوست دارم. نازنین گلم، کلمه که گفتی همه رو من دوست دارم. این دوست داشتنی که این دوست داشتنی که از ته دلت میاد بیرون، از قلبت میاد بیرون، این دوست داشتن به چه معنی برات داره؟ چون که من وقتی مریض هستم، عیسی مسیح من رو شفا میده و عیسی مسیح به خاطر خودش، به خاطر همه آدم ها به صلیب کشته میشه و گناه ها همه رو میبخشه. به خاطر همون من خیلی دوستش دارم، چون که خیلی مهربونه و همیشه در کنارمون هست. آمین. و در همیشه بوده و در آینده هم هست. آفرین دختر عزیزم، خدا شکر میکنم برای اینکه هر کلمه‌ای که از دهانت داره بیرون میاد از قوت خدا پر هستش، پر از سلامتیه، پر از فکرهای سالم هستش. دختر عزیزم نازنین جان، یه سوال ازت دارم. توی الان در نجات مسیح قرار گرفتی، چه هدفی داری الان؟ دوست داری که برای خداوند چه کار بکنی؟ اگه میخوای بزرگ بشی، دوست داری توی این مسیر برای خداوند چه کاری رو انجام بدی؟ تو قلب چی هست؟ هم دوست دارم خدمت کردن به آدم ها رو خیلی دوست دارم بکنم و در آینده میخوام، یعنی من میخوام هم پیانو برای عیسی مسیح بزنم و سرود پرستشی های درست بکنم و نوت بذارم برای موزیک های کلن وسیله ها، پیانو، فلوت، گیتار، هرچی باشه میخوام برای عیسی مسیح، اینا رو به عیسی مسیح تقدیم کنم. خدا رو شکر، خدا رو شکر نازنین جان که هم هدف تو نوشتی، هم رویایی که خدا بهت داده رو داری دنبال میکنی. یه کاری ازت میخوام نازنین جان، آن چیزی رو که از خدا گرفتی شروع کن به نوشتن. براش یه تاریخ بزن، یه دفتر بردار، تاریخ بزن و بنویس که من در این تاریخ و در این سن این هدف رو دارم و برای خدا میخوام این قدم ها رو بردارم و تو اون مسیری که خدا برات در نظر گرفته قدم بزن. اگر که میخوای که یک ورشیپ لیدری باشی که تاثیرگذار باشی، از همین الان خودت رو به خداوند تسلیم کن و در یادگیریش قرار بگیر و اون چیزی که خدا بهت داده رو مواظب باش. هیچ کس اجازه نداره بیاد اون جوانی تو رو خار بشماره و تو رو از مسیر اصلی دور نگه داره. برای هدف بیست و بخواه و بگو خداوند رو میخوام و در این مسیر با من حرکت کن. نازنین گلم، شنیدم که هفته پیش تولدت بود، درسته؟ چند سالت شد الان دقیقا؟ بله، تولدم روز دوازدهم، یعنی میشه یک اپریل. چند سالت شد؟ 12 سالت شد؟ برای ایران میشه 12 فروردین، برای آمریکا میشه 1 اپریل. الان دیگه 12 ساله شدی. میخوام بگم تولدت مبارک، خدا سلامتی کامل بهت بده، سالهای عمرت در خداوند پر از برکت و شادی باشه. نازنین عزیزم، الان که میدونی که عزیزان ما خیلی ها در نقاط مختلف دارن الان نگاهت میکنن، مطمئن هستم که خیلی از همکاران در حال دعا کردن الان برای تو هستن. یک سوال ازت دارم، چه احساسی میکنی اگر بدونی که چندین نفر برات دارن دعا میکنن؟ این احساستو میتونی برام باز کنی؟ چون بعدش یک سوال دیگه برات دارم. اگر الان بهت بگن که هزاران نفر دارن برات همین الان دعا میکنن، چه حسی بهت دست میده؟ اینو بهت میگیم.
یه حس خیلی خوب به هم دست میده و از کسایی که دارم برای من دعا میکنم ممنونم. عزیز دلم، حالا من یه خواهش ازت دارم نازنین جان. من میخوام همین الان تو از جلوی تلویزیون برای میلیون ها نفر دعا کنی. میتونی الان دعا کنی به نام عیسی مسیح برای عزیزانمون، هر چیزی که تو دلت هست، هر چیزی که خدا بهت داره میگه، همونو به زبون بیار و برای عزیزانی که الان جلوی تلویزیون هستن به نیازهای مختلف دارن براشون دعا کن. پس بیا گلم دعا کن. خداوند ممنون از این که این همه ما نعمت دادی. خداوند عیسی مسیح شما جانتون رو برای همه ما دادی. خداوند دستت رو به سر همه ما بذار و شفا، هر شفایی باشه به ما بده. خداوند همیشه در کنارمون باش، این نعمت رو از ما نگیر. خداوند ممنون از این که امروز منو بدون استرس گذاشتی تا با شبکه 7 صحبت کنم. به خداوند ممنون از کسی که همین الان دارن برای من دعا میکنن. خداوند به همه اونا یه برکت خیلی خوب بده. خداوند همیشه بذار نعمت خوبی باشه، هیچ وقت این ایمانت نره از وجود کسی دیگه. خداوند ممنون از این که این همه ما نعمت دادی و همیشه و همیشه میدونی که همه دوستت دارن و میخوام یه چیزی ازتون میخوام که همیشه پیشمون باشی و هیچ وقت از پیشمون دور نشی. به نام پدر پسر و قدس آمین. آمین 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 میگیم، چون که میدونم الان فرشته ها در آسمان در حال جشن گرفتن هستن. نازنین عزیزم، آیا پیغامی برای همسن و سالای خودت الان داری که بخوای بهشون بدی؟ بله. بفرم. بچه ها فقط میخوام بهتون یه چیزی بگم. مثل من اگه نور عیسی مسیح دیدین نترسین، چون من اولین بارم بودش که ایماندار شده بودم و نور عیسی مسیح دیدم. شما وقتی نور عیسی مسیح دیدین همیشه به سرتون رو پایین بندازین و دعا بکنین که بگین این قدرت خداست و همین نور عیسی مسیحه. همیشه سرود پرستشی بذارین، سرودها بخونین و همیشه، یعنی کلن تو کل روزها بدون این که، یعنی با همیشه با عیسی مسیح باشین، بدون این که عیسی مسیح شما رو دوست داره، چون که کل بچه های کره زمین بچه های خداوند هستن، فرزند خداوند هستن. ازتون می خواهش بخوام که همیشه پیش عیسی مسیح باشین، کتاب مقدس رو باز کنین و کلن داستانه عیسی مسیح رو بشنوید و دعا بکنین برای عیسی مسیح. آمین آمین. نازنین عزیزم، هم صورتت مثل خودت ناز هستش، هم قلبت مثل قلب مسیح هستش که ازش محبت میاد بیرون. دل من پر از شادی خداونده، چون حضور خداوند در اینجا هستش. در کلام خداوند در مرقس 10:15 میگه هر که پادشاهی خدا را همچون کودکی نپذیرد هرگز بدان راه نخواهد یافت. آنگاه کودکان را در آغوش کشیده عیسی مسیح رو میگه، بر آنان دست نهاد و ایشان را برکت داد. خداوند کودکان ما را برکت داده. پس هر چیزی که از زبان کودکان ما داره بیرون میاد با برکتی هستش که خداوند با قلبهاشون صحبت کرده. پس بدون آن چیزی که امروز نازنین عزیزم بیان کرده از قلب پدر بوده، از محبتی که دریافت کرده، آن چیزی نبوده که تجربه 30 سال یا 40 سال زندگیش باشه. فقط ملاقات با مسیح قلب اونو عوض کرده و امروز میگه بیایید با همدیگه محبت رو دریافت کنید. و توی کلمات نازنین جان وقتی نگاه میکردی کلمه شفا و شفاعت زیاد بود. خداوند داده به ایشون، خداوند به نازنینم
دل شفاعت داده. خداوند به نازنینم دل شفا رو داده. به نام قوت عیسی مسیح خداوند برای نازنین عزیزم و نازنین های دیگه دعا میکنم خداوندا که قوت تو، سلامتی تو ای خداوند، حضور مقدس تو بر این عزیزانم وارد بشه. محافظت کامل تو بر نازنین عزیزم باشه. هر جایی که داره قدم میزنه او رو محافظت بکنه خداوند. رویاها و هدفهای او رو محافظت کنه خداوند. و اجازه بده خداوند به عنوان یک ورشیپ لیدر بزرگ خداوند آن مکان رو ببینه پدر جان، و برای اون مسیری که خداوند در نظر داره و تو برای او مهیا خواهی کرد شکرگزار هستم. پس او رو محافظت کن به نام عیسی مسیح، و دست پر مبارکت بر پدر و مادر نازنینم قرار بگیره که دختری به این عزیزی را خداوند در مسیح بزرگ میکنن. پس خداوند شکرگزار هستم برای امروز و برای این زمانی که تو اجازه دادی در کنار تو پدر جان با نازنین همراه باشم به نام عیسی مسیح. نازنین عزیزم ممنون هستم، مرسی که در کنار ما بودی. ممنون هستم که داستان زندگی ایمانی تو با ما مطرح کردی. مطمئن هستم تاثیر بسیار بزرگی بر روی عزیزانی که هم سن و سالای تو هستن داشته، حتی کسایی که هم سن و سالای من هستن. شما رو به دست پرمحبت مسیح میسپارم. در قسمت دیگه همراه با برادر عزیزم سپهر جان در خدمت شما خواهیم بود.